وقت بخیر شنونده رادیو ایران اینترنشنال از لندن هستید. در برنامه با خبر امروز شنبه 4 بهمن ماه برابر با 23 ماه میلادی ژانویه، من فرزاد مزرویی در نیم ساعت آینده با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان همراه شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از سرخط خبرهای امروز. تأکید حسن روحانی بر استفاده از واکسن خارجی تا زمان تولید واکسن داخلی. رئیس کمیته اپیدمیولوژی میگوید ماها تا تولید واکسن کرونا فاصله داریم. در این میان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش مراجعه مبتلایان به بیمارستان ها خبر داد. ادامه اعتراض ها به خاموشی برق در شهرهای مختلف. وزیر نفت ایران تاکید کرد امکان واردات گاز وجود ندارد، صرفه‌جویی کنید. روحانی هم پیشتر از مردم خواسته بود صرفه‌جویی کنند تا صادرات گاز را افزایش دهد. و دو انتخاب تاریخی بایدن برای کابینه، اولین وزیر دفاع رنگین پوست و اولین وزیر خزانه‌داری زن. همزمان واکنش ها به احتمال انتخاب رابرت مالی به عنوان مسئول گروه اقدام ایران ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تلاش میکنیم در بهمن ماه واکسیناسیون کرونا را آغاز کنیم. او گفت 3 واکسن داخلی برکت، رازی و پاستور هم سال آینده در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. حسن روحانی تاکید کرد دست کم تا 6 ماه آینده و تا زمان رسیدن واکسن و انجام واکسیناسیون عمومی همه مردم باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند. روحانی با تاکید بر این که در برخی استانها جوانان و نوجوانان هم به ویروس کرونا مبتلا شده اند گفت باید با قاطعیت جلوی تجمعها و ترددهای غیر ضروری را گرفت. سال آینده انشالله 3 واکسن رو پیش رو داریم. حالا آخر بهار تو تابستان انشالله 1 واکسن، واکسن برکت، 1 واکسن، واکسن رازی هست و 1 واکسن، واکسن پاستوره. این 3 واکسن داخلی، حالا بعضیش با مشارکت بعضیش کامل داخلی، این 3 واکسن انشالله ما سال آینده خواهیم داشت. حالا امیدواریم انشالله بعضی از اینا تو فصل بهار به دست ما برسه، بعضیش تو تابستان به دست ما برسه و از حالا تا پایان سال هم غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه. صدای حسن روحانی بود، رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا. حمید سوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونای تهران گفته تولید واکسن کرونای داخلی در حال حاضر در مراحل تحقیقاتی است و تا تولید و دستیابی به واکسن مطمئن در کشور چندین ماه فاصله داریم. در همین رابطه نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفته تلاش میکنیم واکسن هایی با حد اکثر ایمنی و کاربری را تولید کنیم و در کنار آن واکسن های مطلوب را از خارج وارد کنیم. توکلی با اشاره به اینکه در موج دوم و سوم بیماری میزان ابتلای افراد جوانتر و زیر 20 سال به کرونا افزایش یافته گفت بازگشایی مدارس از عوامل افزایش نگرانی ما در خصوص بروز موج 4 کرونا است. حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته خرید واکسن‌های انگلیسی تولید شده در 2 کشور چین و هند مشروط به تایید و تزریق به مردم خودشان محتمل‌تر است. و در میان اظهار نظرهای مختلف مسئولان در مورد واکسن، رئیس کل دادگستری استان قم از تشکیل پرونده قضایی برای علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد. علیرضا رئیسی پیشتر از رعایت نشدن شیوه نامه‌های بهداشتی در تجمع‌های مذهبی در قم انتقاد کرده بود. امروز هم علیرضا رئیسی گفته در سطح دنیا ویروس ضعیف نشده بلکه قوی تر شده و جوانان را درگیر می کند. او افزود باید قاطعانه جلوی هر گونه تجمعی ایستاد، چرا که دور همی های خانوادگی، مسافرت و هر گونه تجمعی می تواند منجر به مرگ و میر شود.
در ادامه از آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم ارزیابی او را در رابطه با برنامه ریزی ها برای واکسیناسیون در ایران بشنویم. بسیار بعید به نظر میرسه که واکسن ایرانی بتونه تا بهمن ماه که فقط چند روزی مونده آماده بشه، چون خب میدونیم که تازه مراحل تست انسانی اون شروع شده و در بهترین شرایط 6 ماه طول خواهد کشید تا این مراحل طی بشه و اگر موفقیت آمیز باشه تازه به استفاده عمومی برسه. به احتمال زیاد اون واکسنی که آقای روحانی به اسم واکسن ایرانی یا مشترک شروع خواهیم کرد منظورشون هست، احتمالاً همونی که هست که با کوبا در حال به توافق رسیدن، انستیتو پاستور با انستیتوت دیگه در کوبا که تست فاز سومش رو در ایران و در کوبا با هم دیگه شروع بکنن. کوبایی ها تکنولوژی این واکسن رو در اختیار ایران گذاشتن و واکسن رو تولید کردن و یه مراحلی از تست رو انجام دادن، ولی به علت کم بودن تعداد کسانی که در اونجا بیمار میشن و درگیر میشن، خب بررسی اثرات اون تقریبا غیر ممکن بوده. خیلی خوشحال هستن که تونستن با ایران به توافق برسن که این تست‌ها رو در اینجا انجام بدن. در واقع چیزی که آقای روحانی به عنوان محصول مشترک داره اسم میبره محصول کوبایی هست، ولی خب مشترک بودنش اینه که در ایران هم قراره تست بشه، همون چیزی که خودشون میگن که ما ظاهرا میگن که ما نمیخوایم واکسن خارجی رو بر روی مردم ایران تست بکنیم چون خطراتی در بر داره برخلاف کشورهای منطقه که این کار کردن، ولی الان میخوان یه واکسن رو تست بکنن که خیلی کمتر از واکسن‌های دیگه که کشور اروپایی در حال استفاده هستن تست شده، ولی به هر حال از هیچی بهتره و قدمی هست رو به جلو، ولی این حرفا مغالطه هست و خب میتونستن از واکسن های فایزر بایونتک یا از واکسن آکسفورد حداقل استفاده بکنن. اون اشاره هست به توافقی که با هندیا داشتن در مورد استفاده از واکسن آکسفورد که در هند هم تولید میشه. منظور این هست که به نوعی بگن که ما واکسن انگلیسی استفاده نمی‌کنیم، ولی واکسنی رو که انگلیسی‌ها تکنولوژیش رو داشتن ولی هندی‌ها تست کردن بر روی مردم خودشون و نشون داده شده که مؤثر و بی خطر هست ما داریم استفاده می‌کنیم، به خاطر اینکه هم بتونن واکسن رو استفاده بکنن و هم اینکه خب نمی‌تونن وقتی دستور داده شده که از واکسن انگلیسی استفاده نشه بگن ما از واکسن انگلیسی مستقیم استفاده میکنیم. این یک نوع به اصطلاح میانبر زدن این دستور هست که واکسن انگلیسی نباید استفاده بشه، ولی به نظر میسه که همون منظور واکسن آکسفورد هست. صدای آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم بود که میشنیدیم. برنامه رو با خبرهایی از ایران پی میگیریم. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دست دولت برای تصویب پیوستن به لوایح باقی مانده از FATF در مجمع خیلی پر نیست. مرتضی نبوی گفته اطلاعاتی که دولت ارائه داده تأثیر چندانی در روند بررسی نداشته. به گفته نبوی ضرر پیوستن به FATF بیشتر از نپیوستن به آن بود و این موضوع حالا هم تفاوتی نکرده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران از ناباروری 25% زوجهای جوان کشور خبر داد. علیرضا زالی گفت هزینه های درمان ناباروری زوجین یکی از مشکلات پیش روی آنها برای بچه دار شدن است. زالی با اشاره به تاکید مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبریان بر افزایش جمعیت گفت اگر قرار است به افزایش جمعیت فکر کنیم باید دولت و مجلس ضمن حمایت مالی از زوجهای جوان هزینه های درمان ناباروری آنها را تامین کنند. مهین منافی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی میگوید بیش از 105,000 دانش آموز این استان در طول امسال در سیستم شاد ثبت نام نکردند و به این شبکه دسترسی ندارند. منافی گفت دانش آموزان غیر فعال تبلت و گوشی همراه مورد نیاز را نداشتند. به گفته او پوشش اینترنتی و حضور در نقاط صفر مرزی هم از دیگر دلایل غیر فعال بودن این دانش آموزان است. شاد نام شبکه آموزش دانش آموزان از راه دور در ایران است. و انتشار تصاویر سیلی زدن یک نماینده مجلس به سرباز راهور در رسانه‌های اجتماعی با انتقاد زیادی از مردم روبرو شد. روز گذشته سربازی که در حین انجام وظیفه از ورود خودروی یک نماینده مجلس به خط ویژه اتوبوس ممانعت کرده بود، با سیلی خوردن از این نماینده مواجه شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نام این نماینده را علی اصغر انابستانی نماینده سبزوار اعلام کردند. چرا باید چیز شما رو بزنه؟ با
واسه چی باید مامور شما رو بزنه؟ زد مامور ما. مامور شما رو زد. همین آقا. چی زد؟ همین آقا، همین آقا. آقا چی داره ضربه میزنه؟ نکن آقا، نکن. سی تا ماشینم نارگیل کرد. نکن. نکن. بعدی آقا. نکن مالا. آقا بگو بزن آقا. مامور دولت هم میبرید. بزن بره بقا. آقا جمع کن کازا خودت تو برو میرم آقا. ترافیک رو انداخته نماینده مجلس. وزیر نفت ایران میگوید در شرایط فعلی امکان واردات گاز وجود ندارد. بیژن نامدار زنگنه گفته هیچ کشوری نیست که بتوانیم از آن گاز وارد کنیم و از مردم خواسته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. این در حالی است که دو روز پیش حسن روحانی در مراسم بهره برداری از پالایشگاه بید بلند ایران را بزرگترین منبع گازی جهان توصیف کرد و گفت دولت او برای اولین بار موفق به تولید روزانه 1 میلیارد متر مکعب گاز شده. از سوی دیگر رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید با شرایط فعلی نیروگاه‌های خارج از شهرها باید از سوخت مازوت استفاده کنند. فریدون عباسی گفت مازوت از سوخت‌های مایع است که باید سوزانده شود و در همه جای دنیا هم این کار انجام می‌شود. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته خاموشی‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران و سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها اعتراض شهروندان را به همراه داشت. رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید کرد آلودگی هوای شهرها بیشتر به دلیل خودروها و موتورسیکلت هاست. عباسی همچنین گفت چنانچه گاز از کشورهای خارجی وارد کنیم می توانیم سوخت مایع کمتری مصرف کنیم. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت و انرژی از باکینگهامشایر پیشتر از ارزیابی خود درباره وضعیت پالایشگاه‌های ایران و همینطور وضع صادرات گاز ایران و امکان واردات آن گفت. در ادامه صحبت‌های او رو با هم می‌شنویم. واقعا برای من خیلی عجیبه، کشوری که دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان هستش میخواد که گاز رو وارد بکنه. یک اصلا این مشکل، این نظر رو دارن که گاز رو وارد بکنن. این واقعا برای من قابل قبول نیستش که چجوری میشه. ولی در گذشته اگر بخوان صحبتی هستش، میخواستن که بیان کار سواپ رو انجام بدن، یعنی فرض بکنین از کشورهای همسایه شمالی گاز رو دریافت بکنن که لوله کشی گاز به داخل مناطق شمالی رو انجام دادن و در ازاش نفت خام به اون کشورها در خلیج فارس تحویل بدن، که این کار انجام نشد. هیچ کنون از این کشورها رغبتی به این کار انجام ندادن. ولی اینکه موزل اینکه گاز رو بخوان صادر بکنن، چون در عمل اثبات شده که صادرات گاز بیش از 1000 کیلومتر واقعا حد رویش خیلی بالا هستش، برای مجبوران فقط به کشورهای همسایه صادر بکنن. ولی خب ببینید به عراق صادر کردن و پولش رو هنوز دریافت نکردن، و اینکه اصرار داشته باشن باز هم بخوان صادر بکنن، واقعا اینها سوال برانگیزه. ولی اگه اجازه بدید من یه مقداری مشکل رو از یا توضیح پایه این قضیه رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید ایران 10 تا پالایشگاه داره که غیر از یکی که ستاره خلیج فارس هستش که اخیر درست شده، که اساسا هم مشکل بنزین رو اومد برطرف بکنه، که در حال حاضر مشکل بنزین نیست تو ایران. ولی ما بقیه 9 تا دیگه‌اش واقعا از رد خارج هستن. این که میگم از رد خارج هستن، ازبدی توضیح بدم که ببینید یک پالایشگاه مشابه فرض بکنید که در ابوظبی یا در آرامکو، اینا حد اکثر 3% اون درتی اول یا اون پسمانده رو دارن که به صورت قیر و یا مازوت میاد بیرون، در صورتی که این تو ایران 30%ه، به دلیل اینکه این پالایشگاه از رده خارجه. حالا حتی در اون پالایشگاهی که کشورهای همسایه اگر مازوت رو میدن بیرون، اون مازوت ماکسیمم 0.5% سولفور داره، در صورتی که توی ایران مینیمم سولفوری که توی مازوت ایران هستش 3.5%. شما تفاوت توی رو ببینید چقدره. از یک طرف دیگه صحبت میشه در رابطه با دیزلی که سوخت خودروها هستش، که سوخت خودرو دیزلی که استفاده میشه اون چیزی که متعارفش هستش 10 PPM هستش، یعنی اونو که توی کنوانسیون پاریس پذیرفته شده و تمامی پالایشگاه‌های هولوهوش ایران دارن تولید میکنن 10 PPM از این، در صورتی که تولید دیزل ایران 5000 PPM است. شما تفاوت بین 10 و 5000 ببینید فاجعه‌اش چقدره. یعنی میزانی که سولفور وارد میشه توی هوای ایران، هوای شهرها فوق العاده زیاده.
اما چرا دارن مازوت استفاده میکنن؟ خب مازوت 30% مونده رو دستشون و بایستی تا یه حدی بایستی در داخل استفاده کنن. صدای مهدی مصلحی رو میشنیدیم، کارشناس بازار نفت و انرژی از باکینگهامشایر در بریتانیا. دو روز بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن در کاخ سفید، نقل قولی از وزیر نفت ایران منتشر شده که ایران روزانه 900 هزار بشکه نفت صادر می کند. بیژن زنگنه همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته که صادرات نفت ایران و دسترسی به پول آن در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده. ادعای ایران درباره صادرات و دسترسی به پول فروش نفت چقدر به واقعیت نزدیک است؟ گزارش رها باوند رو در همین رابطه بشنویم. راه‌های جدیدی باز کنیم و صادرات مویرگی رو بتونیم عمل کنیم. خیز بلند پروازانه ایران برای افزایش صادرات نفت. تنها دو روز پس از آغاز کار دولت جو بایدن، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به نقل از بیژن زنگنه از صادرات روزانه 900 هزار بشکه نفت توسط ایران خبر می‌دهد. دشمن ما به ترامپ دنبال این بودن که ما رو نابود کنن، ما بمیریم، صادرات ما به صفر برسه. نه صادرات ما به صفر رسید و نه صادرات نفت ما معنا فراورده. بالاترین رکوردهای صادرات فراورده رو در تاریخ صنعت نفت ما در این دوران تحریم زدیم و به دست آوردیم. داغ این که صادرات نفت ایران به صفر برسه به جگر اونها گذاشتیم. زنگنه در رایزنی با نمایندگان و مجاب کردن آنها نسبت به پیشبینی دولت از درآمد نفتی در سال 1400 همچنین گفته اگر شرایط سیاسی تغییر کند و خارجی ها اجازه صادرات بدهند و ایران بتواند در یک دوره 3 ماهه 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کند، صادرات نفت ایران به 2,300,000 بشکه در روز خواهد رسید. من نگران بازیافتن بازارهای از دست رفته نیستم به هیچ وجه و فکر میکنم اگر تحریم وارد داشته بشه بازار خودش میاد سراغ ما، چون اونها هم که خریدار نفت هستن همیشه دنبال تنوع در فروشندگان هستن. پیشبینی یا به عبارت بهتر خوشبینی زنگنه در مورد افزایش صادرات نفت ایران تا سقف 2,000,000 بشکه در روز اما و اگرهای بسیاری دارد. اولین مانع پیچیدگی روند بازگشت به مذاکرات بین ایران و آمریکا و تعهد مجدد دو طرف به مفاد توافق برجام است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشنهادی بایدن، در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس سنا بازگشت آمریکا به برجام را منوط به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای و همچنین در نظر گرفتن برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران دانسته، شرایطی که مخالفین جدی در حاکمیت ایران دارد. مانع دوم اشباع بازارهای جهانی انرژی به ویژه با توجه به تأثیرات کاهنده در مصرف انرژی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 و تحریم مجدد نفت ایران، درآمد ایران از فروش نفت که حدود 67 میلیارد دلار بود به کمتر از 11 میلیارد دلار در سال 2020 رسید. طبق گزارش مؤسسات رهگیری تانکرها در 3 ماهه پایانی سال میلادی گذشته متوسط صادرات نفتی ایران به 300 هزار بشکه در روز رسید. با پایان دولت ترامپ، دولت دموکرات جو بایدن در حال بازنگری سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. سیاستی که به هدف بنیادین خود برای به میز مذاکره کشاندن ایران نرسید و صرفاً تا حد زیادی باعث کاهش درآمد ارزی دولت شد. درآمدی که با توجه به تحریم‌های فراگیر مالی و نفتی هرگز به صفر نرسید. رها باوند، ایران اینترنشنال. معاونت دارویی سازمان غذا و داروی ایران گفته تنها به اندازه 1 ماه مصرف کشور انسولین داریم، در حالی که باید 3 ماه ذخیره داشته باشیم. حیدر محمدی گفته شرایط متغیر است و قیمت ارز هم مدام تغییر می کند و اگر مشکلات ارزی نداشتیم می توانستیم ذخیره انسولین را بیشتر کنیم. محمدی با اشاره به برخی کلیپ‌های منتشر شده که صف بیماران انسولینی را جلوی داروخانه ها نشان می دهد گفت
بعضی از افراد مبتلا به دیابت برندهای خاصی از انسولین را مصرف می کنند و هنگامی که در بازار پیدا نمی شود می گویند کمبود وجود دارد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، انسولین در ایران قیمت پایینی دارد و برای همین به کشورهای همسایه هم قاچاق می شود. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد که این موضوع رو دنبال کرده، پیشتر در این رابطه توضیحاتی داد که در ادامه صحبت‌های او رو با هم می‌شنویم. روایتی که مسئولان جمهوری اسلامی از کمبود دارو ارائه میدن یک نمونه و مثال بارز از تناقض‌گویی مقامات مسئول هست. وقتی که ابتدا با مسئله کمبود دارو در کشور مواجه میشن، ادعا میکنن که 97% تولیدات داروی کشور در داخل انجام میشه و از این لحاظ خودکفا هستن. وقتی که مثال ها بیشتر میشه و انواع مختلفی از دارو ذکر میشه، از تا 400 مورد قلم دارو رو میگن کمبود هست، میگن نه اینطوری نیست و مثلا اون رو تقلیل میدن به 20 مورد. و در همون زمینه هم وقتی در مورد علت ها صحبت میکنن، اون رو تبدیل به یک بازی سیاسی میکنم، علت رو تقلیل میدن به مسئله تحریم ها و حتی در اون زمان هم اشاره به علت های داخلی که میتونه وجود داشته باشه مثل قاچاق دارو و اینها نمی کنن. و در نهایت هم وقتی که به هر حال به هیچ جای دیگه نمیتونن انتقاد وارد بکنن یا اینکه در داخل سیستم نقد بکنن، مسئولیت رو میندازن به گردن مردم و پزشکان. در همین اظهارات اخیر ما میبینیم که هم پزشکان رو متهم کردن که اینها اقلام خاصی یا برندهای خاصی رو تجویز میکنن و هم مردم رو به یه نوعی زیاده خواهی گویی متهم کردن که دنبال یک نوع برند خاص و یا ویژگی خاصی هستن در دارو، و بدون اینکه به این اشاره بکنن که به هر حال اون دارویی که یا اون نوع انسولینی که مردم دنبالش هستن و پزشک هم اون رو تجویز میکنه دلایلی داره، از جمله دلایلش راحتی استفاده، در راحتی تزریق، راحتی در اندازه گیری مقدار انسولین مورد نیاز و اینجور مسائل هست، و در نظر نمیگیرن که به هر حال مردم و پزشکان حق دارن که دارویی رو تجویز بکنن و استفاده بکنن که مطابق با نیازهاشون باشه. توضیحات نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد بود که میشنیدیم. مجلس سنای آمریکا وزرای پیشنهادی جو بایدن برای وزارت دفاع و خزانه‌داری را تایید صلاحیت کرد. ژنرال لوید آستین، رئیس پیشین ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، اولین رنگین پوستی است که هدایت پنتاگون را به دست خواهد گرفت. جانت یلن هم اولین زنی است که به سمت وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌رسد. و اما در ایران، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در توییتی به انتخاب احتمالی رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران واکنش نشان داد. آشنا نوشته انتخاب رابرت مالی حامی پیامی روشن در مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و مؤثر مناقشه است. آشنا به توییت برنی ساندرز، سناتور دموکرات، اشاره کرده که گفته رابرت مالی کارشناسی آگاه و با تجربه در امر توسعه امنیت آمریکا از طریق دیپلماسی است و نه جنگ. ساندرز همچنین گفته بود رابرت مالی گزینه عالی برای پست نماینده ویژه آمریکا در امور ایران است. پیشتر دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از احتمال انتصاب رابرت مالی به این سمت ابراز ناخشنودی کرده بودند. جزئیات بیشتر درباره این تحولات رو از پریسا فرهادی، خبرنگار ایران اینترنشنال از لس آنجلس بشنویم. گزینش راب مالی که از مهره‌های دوران باراک اوباماست به عنوان نماینده ویژه در امور ایران باعث شده که ایران با خوشنودی در انتظار رابطه با آمریکا باشه، موضوعی که واکنش رسانه‌های اسرائیلی دست راستی رو به دنبال داشته. از طرف دیگه صحبت‌های تونی بلینکن، وزیر خارجه آینده دولت بایدن، که از ایران انتظار شفافیت داره و خودش هم یهودی تباره، به اسرائیل این اطمینان رو میده که چه کسی کنترل نهایی رو در دست داره. گزینش وندی شرمن به عنوان معاون وزیر خارجه هم صحبت از امکان بیشتر بازگشت آمریکا با دقت بیشتر به برجام داره، چون وندی شرمن فرد اصلی مذاکره کننده در برجام در کنار جان کری بوده. و لوید آستین، ارتشبد بازنشسته ارتش آمریکا، با تایید مجلس سنای ایالات متحده به عنوان وزیر دفاع دولت جو بایدن منصوب شد. آقای آستین
بایدن نخستین آمریکایی آفریقایی تبار هستش که به سمت وزیر دفاع ایالات متحده منصوب شده و میشه گفت که کابینه پرزیدنت بایدن رو 41% زنان تشکیل میدن و درصد اقلیت‌های جنسیتی و دگرباشان و رنگین پوستان و البته لاتین تبارها هم بالاست. داشتن یک زن در بالاترین رتبه اطلاعات و امنیت ملی و یک مرد سیاه‌پوست نظامی و یک یهودی تبار در وزارت خارجه و یک دگرباش جنسی در وزارت راه و ترابری نشانه گوناگونی کابینه پرزیدنت بایدنه. صدای پریسا فرهادی، خبرنگار ایران اینترنشنال از لس آنجلس بود که میشنیدیم. در ادامه چارسوی جهان رو بشنویم و مرور کوتاهی داشته باشیم بر گزیده ای از خبرهایی که رسانه ها و مطبوعات جهان در شبانه روز گذشته به بازتاب اونها پرداختن. چارسوی جهان. ویروس کرونای شناسایی شده در انگلستان می تواند حدود 30-40% مرگبارتر باشد. روزنامه گاردین چاپ لندن به صحبت‌های دیروز نخست وزیر بریتانیا می‌پردازد. بوریس جانسون اعلام کرد شواهد نشان می‌دهند که گونه جهش یافته کرونا که در این کشور ثبت شده خطرناک‌تر است. علاوه بر آن ویروس جدید 70% سریع‌تر منتقل می‌شود. به نظر می‌آید که گونه جدید ویروس که در لندن و جنوب شرقی انگلستان شناسایی شده با آمار بالاتر مرگ در این نواحی مرتبط باشد. بنابر آمار رسمی در هفته گذشته نزدیک به 8700 نفر در بریتانیا در اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. مشاهده حدود 200 مورد ابتلا به گونه مصری‌تر کرونا در آمریکا. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، این موارد ابتلا به گونه مصری‌تر کرونا که ابتدا در بریتانیا مشاهده شده، در 22 ایالت آمریکا شناسایی شدند. بیشترین تعداد مبتلایان به این گونه مصری‌تر ویروس در ایالت‌های کالیفرنیا، فلوریدا و نیویورک بودند. بر اساس آمار دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز تاکنون مرگ بیش از 404 هزار بیمار مبتلا به کرونا در ایالات متحده آمریکا ثبت شده. ترکیه به جمع تولید کنندگان واکسن روسیه کرونا می پیوندد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، صندوق سرمایه روسیه با ترکیه قرارداد امضا کرده است تا ترکیه نیز واکسن اسپوتنیک را تولید کند. صندوق سرمایه روسیه اعلام کرد انتقال فناوری تولید این واکسن به ترکیه را آغاز کرده است. روسیه تا کنون قرارداد تولید واکسن اسپوتنیک را با شرکت‌های داروسازی کره جنوبی، چین، هند، برزیل، بلاروس و قزاقستان امضا کرده است. ترکیه به تازگی برنامه واکسیناسیون خود را با یک واکسن ساخت چین آغاز کرد. بایدن توافق صلح با طالبان را بازنگری می کند. به گزارش شبکه خبری فرانسه 24، دولت جو بایدن قصد دارد با بازنگری در این توافق نامه اطمینان حاصل کند که طالبان به تعهداتش در این توافق پایبند است و از خشونت‌ها در افغانستان کاسته است. کاخ سفید اعلام کرد جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، با همتای افغان خود در این باره گفتگو کرده. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان نیز میگوید دولت این کشور با مشارکت آمریکا برای تأمین امنیت و صلح پایدار همکاری خواهد کرد. دولت ترامپ به منظور خروج سربازان آمریکایی از افغانستان سال گذشته در قطر با طالبان توافقی را امضا کرده بود. به پایان با خبر امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.